خوشبختانه با بخشنامه ای که دولت صادر کردن در خصوص کالاهایی که واقعا رسوب کرده بود دپو شده بود در گمرکات مخصوصا کالاهای اساسی و مواد اولیه و بعضا قطعات و ماشینالات واحد تولیدی تولید کننده های خوب کشورمون خب بخشنامه خیلی خوبی صادر شد و اون باعث شد که مشکلاتی که وارد کننده های محترم داشتن که بیش از 90 درصدشون بحث کالای اساسی و هم تولید کننده های کشورمون بودن و مشکلشون همون بحث کد رهگیری بانک بود اینها خب خوشبختانه محل بشه و با مواردی و شرایطی که برای خیلی از این کالاها توی سه ردیف به صلاح فایل اکسل که خیلی از این کالاها رو شامل میشد باعث شد که این حجم کالاهایی که خب برجت خیلی وقت مونده بود در گمرک در گمرکات کشور محسن حال گمرک شهید رجایی بندر عباس این بشکن واقعا این بحث رسوبشون و خدا رو شکر به تدریج داره اینها از گمرک ترخیص میشه ما برای بحث کالاهای اساسی و مواد اولیه خط تولیدمون تمام خدماتی که در گمرک شهید رجایی و گمرکات استان هرمزگان انجام میشه به صورت شبانه روزی هستش اگر که اجازه بدیم من در رابطه با بحث کلا کالای اساسی از اول سال یعنی از یکی یک تا یک نه نود نه آماری رو بدم خدمت شما که ما بیش از چهار میلیون و شیصد و پنجاه هزار تن کالای اساسی و غیر اساسی وارده گمرکات استان شده که خب بیش از دو میلیون تنش کالای اساسی بوده م, کالای اساسی که واقعا اه, توی سبد غذایی خانوار توی مثلا ارزم به حضور شما که سلامت جامعه توی مواردی که واقعا نیاز به بحث های مثلا زمینه ای برای بحث ما, واقعا حمل و نقل مثل کالای مثل لاستیک و اینجور موارد تو بحث های کشاورزی از سموم گرفته و توی بحث به غذایی از برنج و گندم و جو روغن و اینجور موارد گرفته حبوبات همه اینا خدا رو مثلا بیش از دو میلیون تون ما ترخیص داشتیم بیش از هفتاد هزار تون همین الان اظهارنامه تنظیم شده برای خیلی از این کالاهای اساسی یعنی این هفتاد هزار تا در, در حال انجام تشریفات گمرکی هن. با اخذ مجوزهای قانونی در سریع ترین زمان ممکن انشالله به بازار میرسه که خب کالای اساسی و غیر اساسی من عرض کردم بیش از هفتاده هشت هزار تونش فقط کالای اساسی بوده دیویست و بیست هزار تون کلن کالایی که تنظیم اظهار شده و طی چند روز مثلا آینده از گمرک ترخیص میشه کل ترخیص شده هامون تو همین مدت بخشنامه بیش از 160 هزار تن به صلاح کالای اساسی بوده و 291 هزار تن کلا کالای اساسی و غیر اساسی بوده که خوشبختانه عرض کردم با خدمات شبانه روزی که هم کارای محترم ما دارن انجام میدن این کالاها ان در کمترین زمان به دست مصرف کننده های خوب که مردم خوب کشورمونه برسه توی بحث کالای اساسی سیر ورود انشالله انشاءالله به یاری خدا هیچ گونه نگرانی برای بحث ورود کالا نداریم ما خودمون حساسیت زیادی برای بحث کالای اساسی داریم چون که اگر یک روز هم کالا بیشتر در گمرک بمونه واقعا فشارش به مصرف کننده میاد اما به امید خدا همینجوری که الحمدلله رب العالمین تا الان انبارهای وزارت سمت واقعا پر بوده از کالاهای اساسی و مشکلی نبوده از این به بعد هم مردم مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که انشالله این کالاها به وفور خلاصه وارد میشه و در دسترسشون قرار میده <applause>